افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد حملات خونینی بود که به گفته وزارت دفاع افغانستان شبکه حقانی تحت نام داعش آنها را سازماندهی و انجام داده است. از سوی دیگر آگاهان نظامی به این باورند که هر دو گروه در افغانستان فعالیت دارند و در این میان گروه داعش اهداف در رازمدت را تعقیب می‌کند. هدایت الله نوری گزارش می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که به دنبال افزایش فشارهای امریکا بر پاکستان برای همکاری در مبارزه با تروریسم، حملات اخیر شبکه حقانی در افغانستان تحت نام داعش انجام می شود. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات عمده اخیر در کابل کار شبکه حقانی بوده است که در عقب آن سازمانهای اطلاعاتی پاکستان قرار دارند. گروه داعش اخیراً در افغانستان یک سلسله تحرکاتی داشت که اردوی ملی افغانستان برای از بین بردن ازیها اقدامات مقتضی را انجام دادند. اما استخبارات منطقه فعالیت‌های اخیری که در افغانستان انجام شده علاقه دارد که ایره با گروهی که او از تحرکات مانده منصوب بسازه و از این امتیازگیری بکنه. در این حال آگاهان نظامی به این باورند که شبکه حقانی و داعش هر دو در افغانستان فعالیت دارند. جنرال عتیق الله عمرخیل یکی از این آگاهان میگوید در کنار شبکه حقانی در این اواخر داعش بیشتر در افغانستان فعال شده است. نباید ما برای مردم خودی را بگویم که داعش نیست، حقانی است، بلی هر دویش است. هم حقانی فعالیت خود میکنه، هم داعش فعالیت خود میکنه، ولی داعش زیادتر به خاطر ازی که میخواه که در افغانستان مردم به اصطلاح و تشویش برده، مردم به اصطلاح از دولت دور بسازه، دولت ضعیف نشان بده. اما برخی دیگر از کارشناسان نظامی میگویند که داعش اهداف دراز مدت دارد، در افغانستان سربازگیری می کند تا پس از تقویه شدن به آن سوی دریای آمو تا اروپای شرقی و روسیه نفوذ کند. داعشی که در افغانستان عنوان می شود، این داعش او داعش نیست. داعشی که عراق و شام است. این داعش همون تنظیم های غیر قانونی کلادم، تنظیم های کلادم پاکستانی است که به نام داعش عرض انجام کرده. اینا اول به نام حقانی نتورک آمدن، مو لشکر طیبه، سپاه صحابه، لشکر جنگوی، جیش محمد او امیر رقم دیگه نام هایی که در حرکت الاسلام و غیره، اینا همه تنظیم های پاکستانی هستند که آل یک پوشش دیگه برشان آیسای داد به نام داعش. مقام های دولت افغانستان بارها چنین اتهامات را علیه سازمان استخباراتی پاکستان مطرح کرده اند، اما اسلام آباد این اتهامات را بی بنیاد خوانده است. هدایت الله نوری، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، کابل.